هفته از قیام سراسری مردم ایران هستیم و هر روز که از این قیام که مردم به حق اون رو انقلاب میگن میگذره، هدف انقلاب تیزتر و برجسته تر میشه، به خصوص در شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. اما از کف خیابون که بیرون میایم و در فضای مجازی و رسانه‌ای که وارد میشیم، یک سری حرف‌های دیگه شنیده میشه. در همینجا همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی از سوئد برای بررسی همین موضوع. سلام می‌کنیم به شما خانم دشتی و خیلی خوشحالیم که در گفتگوی امروز با برنامه قیام سراسری مردم ایران در خدمت شما هستیم. با سلام به شما و درود به هموطنان عزیزم. اجازه میخوام قبل از اینکه اصلا بحثمون رو شروع کنیم، من از دیشب که حمله به امین و آتش سوزی شروع شد، دچار یک فکرهای عجیب و غریبی شده بودم، به این علت که حتما بینندگان در جریان هستن، این رو برای نسل جوان میگم که در دهه 60 که چه بر ایران رفت، و من همیشه فکر میکردم که خمینی و بعدش خامنه ای این ارتباط نسل ها رو قطع کرده بودن، که ما نتونستیم به مردم ایران بگیم که چه بر ما رفت و چه روزهایی رو گذروندیم و چه شبهایی رو گذروندیم. من به یاد مینا صالحی افتادم که 14 ساله دستگیر شد و در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. به یاد نسرین رستمی افتادم که 17 ساله در خیابونای شیراز چماق خورد، کور شد و متاسفانه جان خودش رو در زندان از دست داد. اما با تفاوت سنی بسیار زیادی که الان با نسل قیام و نسل شورش در ایران دارم، احساس میکنم که یک زنجیره عظیمی، یک زنجیره بی نهایت محکمی بین من و بین ما و این نسل جوان وجود داره. به جرئت میتونم بگم ما نسل آزادی خواهان هستیم و آزادی رو تا اون لحظه ای که به هر قیمت به دست میاریم و به مردم ایرانی رو هدیه میدیم. این چیزی نیستش که با حمله به اوین، با حمله به مسجد زاهدان، با حمله به مردم سنندج تموم بشه. این 5 هفته ای که ما الان توی هفته پنجم هستیم، هر هفته یک برگی از جنایت و شقاوتی که این رژیم داره به دنیا آشکار شده. من در خدمتتون هستم، نمیتونستم این مسئله رو نگم و فقط اینو بگم که دیشب چون در شهری که من زندگی میکنم وزارت امور خارجه وجود نداره، بارها به خود وزارت امور خارجه زنگ زدم و با خانومی که اونجا بود صحبت کردم، چون من از سوئد هستم، میگفتش که سفیر ما در جریانه و ما جریان رو به دقت دنبال میکنیم، میفهمم نگرانی شما رو، میفهمم ناراحتی شما رو. به او گفتم که الان بیرون از زندان اوین مردم جمع شدن و این پاسدارای جنایتکار دارن اونا رو کتک میزنن، گاز اشکاور انداختن و خیلی چیزای دیگه. به هر حال تا اونجا که از دست ما برمیاد، ما حتما صدای مردم ایران خواهیم بود در هر زمان و در هر جای دنیا. در خدمتتون هستم. بله، با تشکر از توضیحاتتون، به خصوص که ما فعالیت‌های اشرف‌نشان‌ها در استکهلم را هم همین الان تصاویرش رو دیدیم که به سرعت بعد از این اتفاق سری به خیابون اومدن و اونجا تظاهرات داشتن. و تشکر میکنم از بحثی که کردید و پیوند زدن اون نسلی که از سال 60 شروع کرده بود در مقابل خمینی قد علم کرد تا همین امروز که در کف خیابون ها میبینیم دوباره همون مسیر و همون مش و همون استراتژی همچنان ادامه داره. خب خانم دشتی، میخواستم از شما بپرسیم که ما در برخی محافل میشنویم که مثلا میگن که این قیام رهبری نداره. می‌خواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چیه؟ اجازه بدید من یک مطلبی رو تعریف کنم که در فکر می‌کنم سال‌های قبلی کنفرانس بین‌المللی در سوئد بود که بحث زنان و شرکت زنان در به اصطلاح جریان‌های سیاسی رو مطرح می‌کرد. من از طرف انجمن زنان ایرانی هوادار شورای ملی مقاومت شرکت داشتم و بحث زنان رو توی اون جلسه مطرح کردم. خانمایی که اونجا بودن همه استاد دانشگاه، درس خونده، تحصیل کرده و صاحب نظریه و تئوری بودن، از من پرسیدن که چه ضمانتی وجود داره که شما که الان میگین که زنها در به اصطلاح مقاومت ایران به این درجه از چیز رسیدن، قبول مسئولیت رسیدن، بعد از انقلاب هم
و بعد از پیروزی هم به این دست پیدا کنن، چون که در تمامی دنیا تقریبا در انقلابای دنیا زنها نقش بسیار موثری داشتن و متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب زنها دوباره به خونه برگشتن. جواب من این بودش که حضور زنان در رهبری به اصطلاح ضمانت این هست که این قیام یا انقلاب یا هر چیزی که اون موقع بهش میگفتن انقلاب نوین ایران، و الان من بهتر میفهمم که بحث انقلاب نوین همین رهبری زنان هست در جنبش چقدر معنا و مفهوم پیدا میکنه. رهبری جنبش به این مفهوم شاید اسم نیست، به مفهوم رسم هست، رسمی که ما الان میبینیم زنها در خیابونها هستن و دارن پیش میبرن. خب بحثای پیش میاد که نمیدونم، خیلی بحثای نازل و سطحی هستش که میخوان مخدوش کنن انقلاب رو، چیزایی که حتی تا یک ماه قبل هیچ کس جرأت نداشت کلمه انقلاب رو استفاده کنه، الان همه میگن انقلاب. هیچ وقت، یعنی همه میخواستن بگن که اسم مبارزه رو گذاشتن هزینه و سعی کردن با به اصطلاح در تمامی نوشته هاشون و حرفاشون رو به کم هزینه ترین شکل میخواستن به دست بیارن آزادی رو. خب این از عدم شناختشون و شاید وادادگیشون در مقابل رژیم زنستیز و فاشیستی خمینی ولایت فقیه بود یا خامنه ای. به هر حال الان در یک مرحله بسیار بسیار تعیین کننده هستیم. تحلیل های ما بر اساس شرایط روزمره و چیزی که در ایران اتفاق میفته منطبق باید باشه با واقعیت صحنه. واقعیت صحنه اینه که زنها در میدان هستند، سرنگونی میخوان، شعارشون سرنگونی هست و بارها و بارها اعلام کردن که نه شاه میخوایم نه رهبر، مرگ و ستمگر. خب حالا اگر که اینو بخوان در فضای مجازی یا در صحنه های دیگه، و این به خصوص من میگم که این بحث بیشتر خارج از کشوریه، چون با واکنشی که جوانان نشون میدن و زنای ایران نشون میدن معلوم هست که این بحث در کف خیابونای ایران اصلا و ابدا هیچ جایگاهی نداره، و احساس میکنم که این انقلاب، این قیام مثل رگ توی شهرهای ایران جریان داره، یک نبضی هست که میتپه و خون به تمامی شهرهای ایران میرسونه، همون خون انقلاب و قیام و شورش در مقابل این بیدادگری و ظلم هست. بله، شما بر چه اساسی میگین که همین در رگ و پی تمامی شهرها جریان داره و ما اونو داریم در کف خیابونها میبینیم، به خصوص رهبری این قیام رو، اینو بر چه اساسی میگین؟ این حرف مقاومت ایران نیست که من میگم، یکی ادامه قیام رو که میبینیم، این ادامه قیام با اون دستگیری های گسترده، بی نهایت گسترده، که مقاومت ایران میگه بیش از 20,000 نفر و میشه به این عدد اعتماد کرد که احتمالاً بیشتر هم هست. بله. قیام در جریان داره. یعنی اگر که رژیم میخواست که سران یا به اصطلاح لیدرهای قیام رو دستگیر کنه و به این ترتیب فکر میکرد که قیام رو عقب میزنه، کور خونده بود. همین ادامه قیام و شباهت شعارها در تمامی ایران، همبستگی که هست بین مردم، شما نگاه کنین، یک بحثی بود که میخواستن زاهدان یا سنندج رو از ایران جدا کنن و بگن اینا تجزیه طلب هستن یا برچسبایی بزنن. دیدیم که توی سقز مثلا مردم خون میدادن برای زاهدان، یا شعار از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، یا از سنندج تا زاهدان جانم فدای ایران. این شعارها نشون میده که یک رهبری و یک به اصطلاح نظم و یک تشکیلات هست. من البته نمیخوام حرفای رژیم رو تکرار کنم، چون اونا خودشون هر روز از بلندگاه نماز جمعه و تمامی به اصطلاح سرکوبگراشون میان توی تلویزیون اعلام میکنن اینا رو. این چیزی هست که خبرنگاران خارجی میگن، ناظران خارجی میگن، و نشون میده که این قیام در جریان هست، ادامه داره و انقلابی به وقوع میپیونده، یک انقلاب اجتماعی هست. چون قبلا میگفتن که انقلاب اجتماعی موقعی هستش که تمام بنیادهای کهنه رو دور میریزه. شاید بشه این انقلاب رو با انقلاب مردم اروپا بر علیه کلیسا
و جریان پروتستانیسم مقایسه کرد که تمامی دستگاه کاتولیسم و کلیسا رو دور ریخت و رنوسانسی در اروپا ایجاد کرد. این انقلاب به این مفهوم بهش میگن انقلاب اجتماعی، و حضور زنا یک دلیل هست که اون به اصطلاح رسوم کهنه رو داره دور میریزه و بیانگر و چشمانداز روزهای روشنی رو ما در مقابل خودمون میبینیم. اما باید مطمئن باشیم که رژیم از سرکوب دست بر نمیداره و از توطئه‌هاش دست بر نمیداره، اما مردم ایران عزم جذب کردند تا بنیاد این بنیادگرایی و رسم ولایت فقیه رو به زبالدان تاریخ بریزند. بله، با تشکر از شما خانم دشتی که در گفتگوی ما شرکت داشتید و به سوالات ما پاسخ دادید. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. خیلی ممنون از شما.